به دنبال اعدام جنایتکارانه مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی، دولت آلمان افزایش اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد و خواستار توقف آن شد. کریستوف اشترسر، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان گفت: وضعیت حقوق بشر در ایران نه تنها بهتر نشده، بلکه شمار اعدام‌ها بیشتر شده و محدودیت‌ها علیه اقلیت‌های دینی افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه مسئله حقوق بشر در ایران به دلیل پرونده هسته‌ای رژیم به قدر کافی مطرح نمی‌شود، افزود: در تلاشیم تا وضعیت حقوق بشر در ایران را در مجلس آلمان به بحث بگذاریم. گرامی داشت مجاهد شهید غلامرضا خسروی و محکومیت جنایت وحشیانه خامنه‌ای در پیام‌های اشرف نشان‌ها و جوانان دلیر ایران همچنان ادامه دارد. زنان آزادیخواه استان آذربایجان غربی طی بیانیه اعلام کردند: بیشک غلامرضا خسروی همیشه زنده است و برای تک تک ما ایرانیان نوید آزادی ایران فردا را می‌دهد. جمعی از دانشجویان مستقل دانشگاه‌های آزاد خرمشهر نوشتند: راه و رسم غلامرضا که چیزی جز ایستادگی و مقاومت نبود، یک بار دیگر در ما زنده و جاودانه شد. همچنین جمعی از مهندسان استان کرمانشاه طی بیانیه اعلام کردند: خبر شهادت غلامرضا خسروی راه و رسم ایستادگی و مقاومت را در برابر فاشیسم دینی ولایت فقیه یک بار دیگر برای من اثبات کرده. ایستاد مردن رسم قهرمانان است. در بیانیه جامعه کردهای استان خراسان شمالی نیز آمده است: این شهادت‌ها نشانه ترس و استیصال و درماندگی دیکتاتوری ولایت فقیه از سرنگونی محتومش می باشد. ما عزممان بیش از پیش برای نبرد با این جانیان بیشتر شد. واشنگتن فری بیکن طی گزارشی درباره اعدام جنایتکارانه غلامرضا خسروی نوشت: رژیم ایران روز یک شنبه یک زندانی سیاسی قهرمان را زمانی که او نپذیرفت رابطه‌اش را با سازمان مجاهدین رد کند اعدام کرد. این اقدام سران رژیم ایران همه را شوکه کرد. واشنگتن فری بیکن افزود: رژیم ایران روزانه 2 نفر را اعدام می‌کند. دست کم 320 نفر در سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند. اعدام‌ها در ایران روند رو به افزایش خود را به ثبت رکورد جدیدی در سال 2014 رسانده است.